خب بچه ها میخواییم بریم سراغ سوالات درک مطلب. سوالات درک مطلب این همیشه یادمون نره که اول بریم سراغ سوالاش رو ببینیم قرار دنبال چی بگردیم توی متنمون. خب میرم سراغ اولین سوالم ببینم سوالم چی گفته. What is the main idea of the passage؟ قبلا هم بارا در آزمون براتون گفتم وقتی از واژه main idea ایده اصلی استفاده میکنیم یعنی یه جورایی دنبال عنوان من یا چیزی که نویسنده میخواد راجبش حرف بزنه در واقع داریم حرف میزنیم و پرسیده سوال ما. گزینه گفته giving information about astronomers، راجب استرونومرا فضانوردا در واقع اطلاعات داده. Finding a new star، پیدا کردن یه ستاره جدید. حتی اگه استرونومر رو بلدم نبودی وقتی اینجا ستاره میگفت و 100% دنبال فضاست پس هرچی هست به فضا میخوره. Criticizing the government for exploring space، من میگم تو این لغت رو بلد نبودی، اگه قرار بود این درست باشه پس این ستای دیگه باید غلط میشه. دولت رو بلد بودم. Exploring space، 100% exploring space هم چون دنبال ستاره ایناست پس باید اکتشاف فضا احتمالا معنی بده. روش های حدس لغت بچه عزیزم. Looking for a new place to live، پیدا کردن یا گشتن برای جای جدیدی برای زندگی. یادت نره من تصور کردم که criticize رو بلد نیستید، معنیش میشه انتقاد کردن، اما تصور من که شما این لغت رو تا حالا ندیدین. پس برم سراغ مثلا ببینم که چجوری میتونم این کار رو بدون بلد بودن بعضی از لغت های انجام بدم. For thousands of years humans have explored Earth، خب سالها انسان ها یا بشر اکتشاف کرده زمین را. Nowadays we are exploring the space، حالا داریم space رو explore میکنیم. Astronomers are the modern day explorers who study the stars. ببین خودش داره میگه که استرونومر کیه، کسی که ستاره و سیاره های دیگر رو اکتشاف میکنه پس 100% فضا نورده. Currently many astronomers are looking for، اینجا رو نگاه کن، a new planets and new places for humans to live in the future. آها پس دارن دنبال یه جای جدیدی برای زندگی در آینده میگردن. پس با توجه به چیزایی که گفتیم حتی اگر اینم بلد نباشیم بهترین گزینه ما گزینه چی؟ 4 گزینه درست خواهد بود.